Poesia e sabérbia. این بازی که در تم شهرسازی هست داره یه چند تا تایل بیسیک هست، بهش میگن بیسیک. یک نوعش سابر اسمش هست، کمیونیتی پارک هیوی فکتوری. این سه تا تایل، تایل که بهش میگن بیسیک و اینجا هم تایل های خود بازی هستن که باید خریده بشن برای شهرسازی. هر بازیکن یه صفحه شخصی دریافت میکنه که اینکام یا درآمد، رپوتیشن یا شهرت روش نشون داده میشه که برای شروع بازی روی این علامت ها قرار میگیره. یعنی این کیوب رو باید اینجا قرار بده و این استوانه رو در قسمت باید قرار بده. یعنی ابتدای بازی اینکام صفر هست یا درآمد صفر هست و شهرت یک هست. برای چیدمان شروع بازی از این سه تا تایل استفاده میکنیم. اول سابر، بعد کمیونیتی پارک، بعد هیوی فکتوری. در بازی یه چیز دیگه هم داریم به اسم پاپولیشن یا جمعیت که این رو نشون داده میشیم. هر بازیکن در شروع بازی به 15 دلار پول داره و از این تایل های هدف در ستاپ بازی دو تا دریافت میکنه، یکیش انتخاب میکنه، یکیش دیسکارد میکنه. مثلا میگه کسی که بیشترین تایل رو داشت که داره این آیکون بود 15 امتیاز میگیره. میگه کسی که کمترین تایلی داره که داره این آیکون هست 10 امتیاز میگیریم. این هم اهداف خصوصی هستن که سایر بازیکنان از این خبری ندارن. دوتا دریافت کردن، یکیشو دیسکارد کردن، یکیشو انتخاب کردن. در اون قسمت 5 تا هدف عمومی هست که هر بازیکنی که به یکی از این هدف ها برسه میتونه اون تایل رو ورداره. مثلا این میگه کسی که بیشترین رپوتیشن رو داشت، کسی که بیشترین رپوتیشن رو داشت 10 امتیاز دریافت میکنه. این عکس که به این صورت عکس میپل هست در واقع عکس همین جمعیت شهر هست که اینجا گفتیم دیده میشه. این ده امتیازی که دریافت میکنه روی این قسمت اضافه میشه. این قسمت جمعیت رو هم در ابتدای بازی روی 2 قرار میدیم. مثلا این تایل هیوی فکتوری میگه اگر برای هر تایلی که کنار این قرار داده شد که
یکی از این دوتا آیکون رو داشت، منفی یک شهرت دریافت میکنه، یعنی یک شهرت از دست میده. آیکون خود این چایل که این هست، که اینجا هم گفتیم کسی که بیشتر این تایلی رو داره که این آیکون رو داشته باشه 15 امتیاز میگیره. همین آیکون این تایل هست. این یکیم نوشتیم به اضافه یک رپوتیشن یا شهرت دریافت میکنی برای هر تایلی که با یکی از این آیکون ها کنار این قرار داده بشیم. این هم که سابرپ هست. برای این تایل، سه تا تایل برای چیدمان بازی اینجا قرار گرفته و بقیه تایل ها رو باید خرید. ما اصلا این تایل رو بخواییم اعمال بکنیم، برای این تایل که اینجا قرار گرفته هر بازیکن دو امتیاز دریافت میکنیم. یعنی اینجا روی دو امتیاز میاد. و اینجا گفته که اگر در مجاورت تایلی قرار بگیره که این آیکون را داشته باشه یا این آیکون را داشته باشه، یک جمعیت دریافت میکنیم. ولی از هر دوتاش نمیشه بگیره. این یا اصلش علامت یا هست، این یکی از این دوتا رو میتونی دریافت کنیم. این هم که منفی یک شهرت دریافت میکنیم که برای کارت که یکی از این دوتا آیکون رو داشته باشیم. حالا این برای فرست پلیر یا شروع کننده بازی هست. حالا چه طرح عجب غریبی هم داریم. باید هر بازیکن تو نوبت خودش به ترتیب به 4 اکشن رو انجام بده تا نوبت به بازیکن بعدی برسیم. تایل های این بازی دارای چند دسته هستن. این آیکون هاش هستن: رزیدنشیال، کومرشیال، اینداستریال، سیویک، لیک، بوردر. بازی داره 4 اکشن هست که اکشن اول 4 اکشن زیر مجموعه خودش داره، که اکشن اول میگه یک تایل از اون قسمت مارکت خریداری کنیم. برای خرید مثلا این تایل باید قیمت رو تایل نوشته شده $13 به اضافه این قیمتی که اینجا نوشته شده $10، یعنی $13 باید بده اینو بتونه بخره. این $5 به اضافه $8. حالا مثلا اگه بخواد این تایل رو بخره، این $15 به اضافه $2 $17. این دوتای اولی هم که 0 هستن، یعنی اگه بخواد این تایل رو بخره فقط $15 دریافت میکنیم، یعنی پرداخت میکنیم خریداری. این $9 هست، اینجا هم $0، یعنی فقط $9 باید هزینه بپردازه که بتونه این رو دریافت بکنه. این که دریافت بشه یکی اثر این تایل این هست که 3 اینکام دریافت میکنیم.
این 9 دلارش هم پرداخت کرده، یعنی این 9 دلار به اضافه اون 0 دلار 9 دلار پرداخت میکنه. این تایل رو خریده، سه اینکام یا درآمد دریافت میکنه. زیرش هم نوشته برای هر تایلی که آیکون ماشخ چنگال داره رستوران، که بعد از گذاشتن این تایل دریافت کرده، منفی یک اینکام میگیره. این از اینجا بیاد عقب. آیکون خودت این تایل هم که این هست، یعنی اینجا ببینیم، اینجا برای هر تایلی که با یکی از این آیکون ها باشه به اضافه یک رپوتیشن شهرت دریافت میکنه. حالا یکی از این اکانت ها، یعنی یکی از این آیکون ها همین هست. یعنی اگه ما اینو بذارم اینجا به صورت سه تا اینکام که ازش گرفتم به اضافه یک رپوتیشن هم دریافت میکنم. این یه اکشن گفتیم. اکشن اول خودش چون اکشنی زیر مجموعه داره، اکشن اول زیر مجموعه که همون خریدن این تایل ها بود. تم با بازی چون شهرسازی هست، همه این تایل ها، تایل پارک و دانشگاه و مدرسه و بانک و از این چیز هست، موضوعات ساختمان شهری. اکشن دوم از این زیر مجموعه خریدن تایل بیسیک هست، یعنی از تایل های، یکی از این تایل های سابر کامیونیتی پارک هیوی فکتوری که هست یکشو بخره. اینها اینجا قرار دارن و روی مارکت نیستن، پس همین فقط قیمت خود این آیکون هم پرداخت میشه دیگه، اینجا روی این جمع زده نمیشه. مثلا 4 دلار بده این رو برداری، که نوشته برای هر یکی از این آیکون ها که در مجاورت این قرار بگیرن مثبت یک، یعنی یک رپوتیشن دریافت میکنم. این اکشن دومی بود که میتونست انجام بده از این 4 اکشن زیر مجموعه. اکشن سوم خریدن دریاچه هست. همه این تایل ها پشتش علامت دریاچه هست، همشون هم اینجاش نوشته 0 دلار. یعنی میخواین دریاچه بخرین، خود دریاچه، خود این تایل قیمتی نداره، قیمت این بالا رو باید پرداخت کنی، یعنی 10 دلار بده یه دریاچه برداریم. یا مثلا 4 دلار بده یه دریاچه برداری، که خود این دریاچه گفته برای هر تایلی که داره یکی از این آیکون ها باشه کنار این قرار بگیرن 2 دلار دریافت میکنیم. حالا من اگر اینو بذارم اینجا دو دلار دریافت میکنیم به خاطر در مجاورت قرار گرفتن این آیکون که اینجا نوشته بود، که یا مثلا میتونستم اینجا بذاریم به صورت هم یه آیکونش به این میخوره هم یه آیکونش به این میخوره، ولی 4 دلار دریافت نمیکنیم، چون از یکی از اینا میتونیم دریافت کنیم، چون اینجا علامت اسلش داره، یعنی یا یکی از اینا.
$2 دریافت میکنیم به خاطر مجاورت قرار گرفتن این آیکون ها. اکشن چهارم یا آخرین اکشن زیر مجموعه اکشن اول خرید اینها هست که این رو باید روی این روی هر کدومی که دلش خواست به این صورت قرار بده که فایده این تایل رو دو برابر میکنه. یعنی اگه این مثلا نوشته به یک پرپوتیشن دریافت میکنه، اگر این رو روش قرار بدیم دو امتیاز دریافت میکنه. یا اگه روی این قرار بدیم که نوشته منفی یک میشه منفی دو امتیاز، روی هر جا بذاریم فایده اون تایل دو برابر میشیم. یا اگه برای خرید اینها هم باید مبلغ خود تایل رو پرداخت بکنه، یعنی ولی دیگه با این برای جمع زده نمیشه. وقتی این از اینجا ورداشته این مبلغ با اون مبلغ جمع زده شده اینجا قرار گرفته، ولی اگر اینو بخوایم روش قرار بدیم فقط خود همین مبلغی که اینجا هست، یعنی این $4 پرداخت میکنه اینو میذاره روش. خب این 4 تا اکشن زیر مجموعه اکشن اول بود. اکشن دوم دریافت پول هست که اینجا به عدد 3 رسیده که نیم $3 دریافت میکنی و این رپوتیشن رو هم روی عدد 2 هست، یعنی دو واحد به این شهرت 2 هست اینجا، یعنی دو واحد به این جمعیت اضافه میشیم. خب اکشن دوم دریافت پول بود که گفتیم به این صورت از روی این دریافت میکنیم. اکشن دوم، اکشن سوم هم تأثیر دادن این روی این جمعیت بود، تأثیر دادن این شهرت روی جمعیت که الان از این قسمت دوباره رفته جلو. اکشن چهارم هم پر کردن این 70 تایلی هست که اینجا قرار گرفته، یعنی همه اینا به این طرف انتقال داده میشن. از این تاور تایل دو تایل اینجا قرار داده میشیم که اینکه کدوم تایل های این بازی داخل این تاور تایل قرار گرفتن رو در دفترچش نوشته به چه صورتی این تایل ها باید انتخاب بشن یا بر زده بشن. وقتی دوباره این همه این 7 تا تموم شد، نوبت بازیکن اول به پایان میرسه و بازیکن دوم به همین صورت ادامه میده. این بازی به نظرم بازی جالبی هست. در تیم شهرسازی اگر به بازی های تیم شهرسازی علاقه مند هستین، توصیه میکنم این بازی رو حتما امتحانی بکنیم.